خداوند میفرماید که شفاعت نفعی نمیرسونه، کسی جرأت نداره مگر کسی که خدا بهش اجازه بدهد. سوال اینجاست، آیا شما میدونید که این فرضی که الان میخوانید، امام، پیامبر یا فلان، بهش اجازه داده میشه که در مورد تو شفاعت کند؟ تو که علم غیب نداری، امام هم خو مالک نیست، به دستش نیست، نمیتونه شفاعت کند. هر کی خدا بهش دستور داد میاد در مورد شفاعت میکنه. آمر خداست، امر کننده خداست، و این کسی که تو میگی که شفاعت کننده است فقط اطاعت میکند، خودش هم چیزی به دستش نیست، نمیتونه، اختیار دست خودش نیست، از خودش هیچ اختیاری نداره که بلند شه بگه که میخوام در مورد فلانی شفاعت کنم، بلکه خداوند هست که دستور بهش میده بلند شو در مورد فلانی شفاعت کن. یعنی که رضای خداست و آن چیزی که خدا میخواد و آن چیزی که خدا میخواد و رضی له قولا و قال صوابا، حرف درست بزنه. خب پس اینجا آیات قرآن خیلی واضح و آشکار این قضیه رو مطرح میکنه که بحث اصلا در این نیست که اینها در نزد خدا اینها مستقل باشن یا نیازمند به خدا باشن، همه نیازمند به خدا هستن. در سوره اسراء دیگه میخونیم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله اونهایی که غیر خدا میخونید گمان میکنید قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، اونهایی که گمان میبرید و اونها را واسطه های خودتون با خدا قرار دادید، از اونها میخونید، از اونها میخواهید، فلا یملکون کشف الضر عنکم، نمیتونن مصیبتی که بر شما واقع شده این مصیبت رو از بین ببرن، ولا تحویلا، و نمیتونن این چرخش بدن، عوضش کنن، تبدیلش کنن. کشف الضر عنکم، یک مصیبتی بر تو اومده بیاد این مصیبت از تو برداره، نمیتونه. یا اینکه مصیبتی که هست جابجاش کنه، فقر رو تبدیل به بی‌نیازی کند، بیماری رو تبدیل به صحت و تندرستی کند، ذلت رو تبدیل به عزت کند. مثلا میگه هیچ کاری نمیتونه بکنه، لا یملکون، مالکیتش ندارن. چطور اونها رو میخونید؟ اولئک الذین یدعون، اونا که میخونید، یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب، دنبال وسیله هستن که چطوری خود را به خدا نزدیکتر کنن. کدام یک از اینها به خدا نزدیکتر میشه؟ یعنی اینها در پی انجام اعمالی هستن که اونها را به خدا نزدیک کنه. وسیله هر چیزی که شما را به مقصد میرسونه. وسیله انسان نیست، وسیله اعمال هست، ایمانت هست. اگه افراد بودن پس این کسانی که اونها را میخونید وسیله شون کی بود؟ وسیله رسول الله صلی الله علیه و سلم کی بود؟ وسیله ابراهیم کی بود؟ وسیله نوح کی بود؟ وسیله علی، حسن، حسین و باقی کی بود؟ وسیله شون همه ایمان و عمل صالح بوده. ایهم اقرب و بعد و یرجون رحمته و یخافون عذابه، امیدوار رحمت خدا هستن، از عذاب خدا میترسن، اونا خودشون نیازمند به خدا هستن. شما چرا اونها رو میپرستید؟ چرا میگید که اینها شفعای ما هستن؟ چرا اینها رو واسطه ها و وسیله ها قرار میدید؟ این قرآن پس میفرماید که وسیله فرد نیست، وسیله عمل هست.